درود بر شما. 22 مهر ماه 1401 خورشیدی و 14 اکتبر 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به موقعیت قیام سراسری مردم ایران در کردستان و سیستان و بلوچستان. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. قبل از هر چیز تقدیمی این هفته، حدود 92,000 وکیل دادگستری در ایران داریم. نزدیک 59,000 نفرشون، 60,000 نفرشون حدوداً عضو کانون وکلای دادگستری ایرانن و حدود 33,000 نفرشون عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه. چهارشنبه 20 مهر ماه، دو روز پیش، همراه با فراخوان تظاهرات اعتراضی در سراسر ایران، عده‌ای از این وکلا تعهد پذیرتر از بقیه همکاراشون در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز تظاهرات کردند. نخستین اعلام حضور جمعی وکلای دادگستری در قیام سراسری علیه استبداد حاکم. تقدیمی این هفته به وکلای خاموش دادگستری. سنندج، زاهدان، چشم و چراغ ایران، این شعاری است که در دو هفته گذشته به ویژه بسیار شنیده شده در شهرهای مختلف ایران. کردستان و سیستان و بلوچستان دو استان شمال غربی و جنوب شرقی ایران که بیشترین کشته و زخمی رو دادن در این قیام سراسری علیه جمهوری اسلامی تو همین سه هفته گذشته. پیام‌های پشتیبانی از طرف مردم ایران برای این دوستان، برای مردم این دوستان، یعنی از طرف بقیه استان‌های ایران در شعارهای اعتراضی به ویژه دانشجویان تو شهرهای دیگه مکرر شنیده شد. برای نمونه عرض می‌کنم چند تاشون، تظاهرات دانشجویان مشهد، تهران، تبریز، اصفهان، چهارشنبه 20 مهر ماه. در 10 روز نخست این ماه مهر ماه، مقرهای 4 حزب کردستان ایران که در خاک عراق هستند و محل زندگی هزاران خانوار در مناطقی در اطراف سلیمانیه و اربیل در کردستان عراق، هدف موشک و پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی بود مکرر و مداوم. خبرها درباره این حمله های نظامی جمهوری اسلامی متاسفانه هنوز دقیق و روشن نیست، همچنان که خبرها از سنندج و بقیه شهرهای کردستان ایران که در قیام علیه جمهوری اسلامی انصافا هیچ لحظه ای کوتاه نیامدن. میخوام بگم به تناسب قدرت قیام خبرها کمه، که خب اساسا به دلیل قطع مکرر اینترنت در ایران لااقل یکی از دلایل اصلیش. در خدمت آقای حسن شرفی هستیم، عضو مرکز رهبری حزب دموکرات کردستان ایران. آقای شرفی درود بر شما، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. اجازه بفرمایید من از آغاز، از اولین پرسشم شروع کنم که اونطوری که خبرهایی که به دست ما رسید، از 1 تا 9 مهر مقر احزاب کرد ایرانی در کردستان عراق که من توضیح مقدماتی دادم که فقط مقر احزاب نیست، خانواده ها هستن، چه حزبی چه غیر حزبی، یعنی مردم عادی هم هستن، بی وقفه هدف موشک و پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی
قرار گرفت و این حملات پرسشم این است که آیا ادامه داره یا متوقف شده؟ درود میفرستم خدمت جناب عالی و همچنین بینندگان و شنوندگان برنامه. این حملاتی که اشاره فرمودی و اوجش در روز ششم مهر ماه برابر با 28 سپتامبر که حدوداً به اعتراف مسئولین رژیم 76 موشک به مقرات حزب دموکرات کردستان و احزاب دیگر کرد در نقاط دیگری غیر از کوی نزدیک اربیل، یعنی در سلیمانیه و در شهری به اسم پرده که یه حد فاصله بین کرکوک و اربیل قرار داره صورت گرفت. این موشک و پهپادهایی که مراکز احزاب کرد و به ویژه حزب دموکرات کردستان ایران را هدف قرار دادن از ساعت 10 صبح 28 سپتامبر ساعت 10:30 شروع شد تا 11:30 مدام میکوبیدن. از 11:30 یک حدود یک ساعتی متوقف شد، ولی پهپادها مرتب بالای محوطه که مورد هدف قرار گرفته بود میچرخیدن. از ساعت ظهر دوباره به مدت یک ساعت دیگر دوباره همه اون جاهایی رو که مورد نظرش بود و در ساعت اول این موشکباران ها مورد اصابت قرار نگرفته بود، این دفعه این مناطق هم مورد اصابت قرار گرفتن و دوباره برای بار سوم از ساعت 3:30 بعد ظهر همان روز دوباره همه این مناطق دوباره موشکباران و بمباران شدند. متاسفانه در جریان این بمباران که فقط متوجه اهداف نظامی نبود و جایی که مورد هدف قرار گرفته بود خانواده های ساکنین این منطقه بودن از کردستان ایران که در این منطقه سکونت داشتن، مدرسه بود، مدرسه ابتدایی که مورد حمله قرار گرفت، مورد اصابت قرار گرفت، در وسط خونه هایی که در اون کم بود یک زن به گونه بهش اصابت کرده بود چه سرش رو اصلا جدا کرده بود، یک خانم دیگری که باردار بود اونم مصدوم شد، رسوندنش به بیمارستان، متاسفانه جان داد ولی موفق شدن بچهش رو زنده از شکمش خارج کنن که اونم به فاصله 3 روزی از مرگ مادرش و شهادت مادرش اونم به زندگیش پایان داده شد. علاوه بر این یه تعدادی هم از مبارزین در اولین حمله ساعت 10:30 یازده دو نفر و در جریان حملات دیگری عصرش هم حدود 4 نفر دیگری هم مجموعاً 6-7 نفر دیگه شهید شدن. این علاوه بر اونی که در مقرات احزاب دیگر هم کشته و زخمی زیاد دار، تعداد زخمی ها هم زیاد بود، ولی چیزی که این دفعه این موشکباران ها و پهپاد هایی رو که مورد استفاده حمله به این مناطق صورت گرفته بود، تفاوتش این بود که در دفعات قبلی یک هدف مشخص رو مورد حمله قرار می دادن، این دفعه وسعتی اون مناطقی که مورد هدف قرار گرفته بودن بسیار زیاد بود، در اطراف سلیمانیه بود، در حد فاصله بین اربیل و کرکوک بود و در کوی که حزب دموکرات کردستان ایران بیشتر خانواده هاش اونجا سکونت دارن مورد حمایت قرار گرفت و
شدت و حدت و عمق این فاجعه از دفعات قبلی بیشتر بود. شاید من اگه بگم حتی اگر یک کودکم خون از بینش جاری بشه جای تأسفه، چه رسه به این که این تعداد شهیدی که در کوی جان خودشونو از دست دادن و به صفوف شهدا پیوستن. ولی اگر وسعت این عملیات و شدت این عملیات رو در نظر بگیریم، میتونیم بگیم اون آمادگی که حزب دموکرات کردستان ایران داشت و اخباری هم که قبلا به دست آورده بود که همچنین نیتی در کار هست که جمهوری اسلامی این مناطق رو مورد هدف قرار بده، میتونم تلفات و ضایعات به نسبت شدت این موشکباران ها و پهباد هایی که هم انتحاری بودن و هم بمب با خود داشتن که مناطق مورد نظر رو هدف قرار می دادن. حادثه خیلی آقای شرفی عذر می خوام وسط حرفتون. ببینید در مجموع آیا آماری هست از شمار کشته ها و زخمی ها در این حملات نظامی جمهوری اسلامی به احزاب کردستان ایران، نه فقط حزب دموکرات کردستان ایران، در مجموع حدود 19 تا 20 نفر شهید بوده و تعدادی بیش از 80 نفر هم زخمی بوده از همه احزاب به طور کلی میگم، که در بعضی ها خوشبختانه تلفات تجانی کمتر بوده، متاسفانه در بعضی جاهای دیگه بیشتر بوده. زخمی ها در همه بودن، به نسبت شدت این بمباران ها تعداد زخمی ها هم متفاوت است. ولی روی هم رفته همونطور که عرض کردم نزدیک به 20 نفر شهید در کودک هست، در بینشون خانوما هستن، در بینشون مبارزین احزاب هستن و متاسفانه اونایی که هم زخمی بودن در بیمارستان ها مداوا شدن، جز یکی دو نفرشون که زخمی هاشون عمیق و بکاری بود از دست رفتن، بقیه میتونستن مداوا بشن و بیمارستان رو ترک کنن. آقای شرفی، معلوم هست که چه تعداد افراد غیر حزبی هم هدف قرار گرفتن یا کشته یا زخمی شدن؟ یعنی روستاییانی که زندگی میکردن در اون منطقه که حالا تو نقشه بعدا نشون میدیم. از روستاها یک کمی جاهایی که مورد هدف قرار داده بود در حزب دموکرات کردستان ایران میگم، اون مناطق با روستاها یک کمی فاصله داره، اون کمپایی که خانواده ها و ساکنین مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران در اونجا خانه هاشون هست و اونجا سکونت دارن با روستاهای کمی فاصله داره، بنابراین در اونجا به روستاییان ضرر یا خسارتی وارد نشد. اما در ارتفاعات مرزی بین کردستان عراق و کردستان ایران در اون منطقه در اثر توپباران و موشک های که جمهوری اسلامی اون مناطق رو هدف قرار داده، چرا؟ هم به مزارع مردم زیان های وارد شده و هم زخمی های مردم هم در روستاها زخمی شدن، اونجا تلفات و اونجا ضایعات مالی و جانی وجود داشت، ولی در اون جایی که با روستاها فاصله دارن نخیر. آقای شرفی، شما مقیم کردستان عراقین، یعنی از سرکوب جمهوری اسلامی پناه بردید به عراق. در نقشه‌ای که من جلو می‌دارم نگاه می‌کنم، این همین نقشه داریم می‌بینین، بیننده‌های عزیز این برنامه ببینن اون قسمتی که سبز رنگ، در واقع حنایی رنگ شاید بشه گفت، سلیمانیه، اربیل، دهوک، این سه استان اقلیم کردستان به اصطلاح یا کردستان عراق هستن، که اون قسمت دهوک رو از طرف ترکیه حمله نظامی میشه به مقر احزاب
کرد و از بالا میاد و قسمت اربیل و سلیمانیه رو که دارین میبینین از طرف جمهوری اسلامی ایران، من نمیدونم شاید یک توافق بین دو دولت جمهوری اسلامی و دولت ترکیه بوده است که از همه طرف بزنن باری. اما ببینین، من میخواستم اینو بگم که فاصله ای که جمهوری اسلامی، یه بار دیگه این نقشه رو میتونیم نشون بدیم لطفاً، فاصله ای که جمهوری اسلامی موشکباران کرده از داخل خاک ایران، حالا یا از آذربایجان غربی زده یا از داخل کردستان، استان کردستان زده، به مقر احزاب و به خانواده ها و اینها الان صحبتش شد، این شعله هایی که هست این مال سایت مشرق خود جمهوری اسلامی است. ببینید تا کجا رفته، چون مقر بعضی از این احزاب در نزدیک اربیله، درست، مرکز کردستان عراق، و ببینید چه فاصله ای رفته جلو. من سوالم این است آقای شرفی که چرا عراق از جان شما و از خانمان شما حفاظت نمی کنه در برابر حملات نظامی جمهوری اسلامی ایران به خاک خودش و کسایی که پناه آوردن بهش؟ خیلی ممنون، این کاملا درسته. اولا دولت عراق در شرایطی نیست که بتواند در مقابل جمهوری اسلامی اعتراض بکنه یا جلو اقدامات خرابکارانش رو بگیره، نه تنها در اقلیم کردستان بلکه در خود بغداد هم. برای اینکه جمهوری اسلامی ایران به گونه ای در بغداد تسلط پیدا کرده و نیروهای نیابتی شکل داده در اونجا، که مسئولین و حتی دولت رسمی هم از اقتدار این نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بیم دارن، حتی خودشون. مثلا شاید شنیده باشید بعضا و شاید هم امروز پارلمان عراق رو با موشک ها بمباران میکنن، یا جاهای دیگری رو، یا مرکز خانه نخست وزیر رو، آقای کاظمی رو با پهباد میزنن. اینها همه نشون میده که اولا عراق استقرار سیاسی نداره و بیشتر جمهوری اسلامی است که در اونجا تحمل کنه، گرچه الان با گذشته کمی فرق داره. اگر در گذشته صدایی اعتراضی نسبت به حضور جمهوری اسلامی یا پشتیبانیش از نیروهای نیابتی خودش وجود نداشت، الان چرا در بغداد و در عراق هم صداهای علیه نفوذ جمهوری اسلامی و دخالتهای بیرویش در عراق صدای اعتراض بلند شده؟ با وجه این، در شرایط فعلی عراق در موقعیتی نیست، نه نسبت به بمبارانها یه ترکیه در مناطق دهوک و اون قسمت هایی که مورد حمله یا هدف بمباران ترکیه قرار میگیره، چه از طرف جمهوری اسلامی که دخالت نظامی میکنه و تا عمق خاک اقلیم کردستان مورد موشک قرار میده. این از یه طرف. از طرف دیگر خود اقلیم کردستان هم که نه حکومت مرکزیش نسبت به این دو کشوری که در خاک اون دخالت میکنن و سروری سیاسی اونها رو پایمال میکنن، مقاومت نمیتونن بکنن برای اینکه وضعیت در عراق جوریه که متاسفانه نه تنها اونهایی که به اونجا پناه بردن در امان هستن، بلکه خودشون هم در امان نیستن. همون فشارهایی که بر نیروهای کرد و سازمانهای کرد ایرانی در اقلیم کردستان وارد میشه، به شکل دیگری و به گونه دیگری بر خود اقلیم کردستان هم این فشارها وارد میشه. نجاب آقای شرفی، شما نیروی پیشمرگه دارین، یعنی نیروی مسلح دارین، یک شاخه نظامی در واقع شبه نظامی دارین،
مثل بقیه احزاب کردستان، احزاب سیاسی کردستان، کردستان ایران، شما هم دارین. خب چرا خودتون از خودتون دفاع نکردین در برابر حملات نظامی جمهوری اسلامی به خون زندگیتون؟ در این مورد باید دو مطلب رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که دفاع در مقابل یورش و حمله زمینی بیشتر برای پیشمرگ ها مقدوره که مقابله بکنن و از خودشون دفاع کنن، ولی از با موشکایی که از مناطق مرزی، همونطور که این دفعه از مرز سردشت این موشک ها و قحبات ها از مناطق دیگری می اومدن و حمله می کردن، در مقابل این موشک ها و اینا پیشمرگ حتی مسلح نمی تونه کاری انجام بده. مسئله دیگر اینه که جمهوری اسلامی در این شرایط بسیار سعی کرده که با این حملات و احیانا با حمله زمینی هم بخواد در شرایطی که سراسر ایران در اعتصاب و اعتراض علیه جمهوری اسلامی قرار دارد، توجه افکار عمومی هم خارج و هم مردم ایران رو به خارج از مرز منعطف بکنه و بگه که این دست خارجیه، همون اتهاماتی که معمولا همیشه زده، و بخواد که این وضع رو از داخل ایران به خارج ایران منتقل بکنه. یه چیزی دیگری هم هست. ببینید ما الان با جمهوری اسلامی در خاک کردستان ایران و شاید در سراسر ایران، همه مردم ایران مبارزه میکنیم. ما هم در کردستان به اون حتی با فعالیت و با حرکت‌های بیشتری از دیگر مناطق ایران هم در کردستان فعال هستیم. بنابراین در اون میدان، یعنی در خیابون‌ها، در شهرها، ما از جمهوری اسلامی تواناتریم و ما تسلطمون بر اون میدانی که فعلا درش با اعتصابات و تظاهرات مبارزه می‌کنیم، قدرت ما بر قدرت جمهوری اسلامی میچربه. یعنی قدرت سیاسیتون بر جمهوری اسلامی میچربه، منظورتون؟ ببینید همین که این تظاهرات و این اعتصابات در کردستان به اون شدتی که حتما جناب عالی ملاحظه میفرمایید یا اطلاع دارید وجود داره، این میدان برای ما از میدان دیگری مهمتره. به همین دلیل جمهوری اسلامی میخواد این میدان رو عوض بکنه به جایی که اسلحه اونجا حرف آخر رو میزنه و اونجا شاید در اون میدان اون فکر میکنه که نیرومندتره. بنابراین ما با همون دقت و همون مطالعه دقیقی که از اوضاع میکنیم، همین میدانی که الان در اختیار داریم و مؤثرتر هم است، در همون میدان مبارزه خودمون اسلامی زنده. ولی در هر شرایطی ما حق دفاع مشروع رو برای خودمون در هر شرایطی قائلیم و اگرم جمهوری اسلامی بخواهد علاوه بر این موشکباران و پهباد و کارگیری ادوات دیگر نظامی بخواد به صورت زمینی یا از طریق زمین هم بخواد حمله بکنیم، نه مسلماً از خودمون در اون شرایط اون جوری که جناب عالی میفرمایید یا شاید هم انتظار دارید ما دفاع خواهیم کرد. یعنی این که حالا اینو گفتن، البته بهش میپردازم، یعنی من اول برای اینکه کاملا روشن بشه میخوام نتیجه گیری بکنم، از زبان خودم عرض بکنم که اگر درست نیست اصلاح بفرمایید. یعنی جمهوری اسلامی با حمله نظامی و این موشکباران و پهبادباران در واقع به شما و بقیه احزاب کردستان ایران در داخل خاک عراق، خواست در واقع شما رو در دام بازگشت، یعنی واکنش، در دام واکنش مسلحانه بندازه
که شما دیگه نتونید نفوذ سیاسی در داخل خاک ایران در استان کردستان ایران داشته باشین و شما در واقع دستشو خوندین، هوشمندانه در این دام نیفتادید و پاسخ ندادین. آیا حرف من درسته در این زمینه؟ بله، این کاملا درسته. چه جمهوری اسلامی عرض کرده میخواست میدان اون مبارزه ای را که ما در اونجا دست بالایی داریم انتقال بده به جایی که اسلحه حرف آخر میزنه. خب حالا یه چیزی دیگر هم من میخوام خدمتتون عرض کنم که این اولین بار یا امسال اولین سال اینا نیست که مردم کردستان با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هستند. از روزی که این رژیم میخواست با اون رفراندومی که زمینه را برای روی کار آمدن همچون رژیمی برگزار بکنه، کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران مخالفت کرد و در این رفراندوم هم شرکت نکرد. گفت نه رفراندوم دموکراتیکه، نه اون چی که میخواد بیاد با اون ایدئولوژی واپسگرانش میتونه مسائل دموکراسی و حقوق مردم و آزادی های دموکراتیک و حقوق مساوات زنان و اینها رو مد نظر قرار بده. به همین دیگر از همونجا کردستان مغضوبه و کردستان همیشه مورد با چشم امنیتی و در حالت نظامی بهش در از رفراندوم جمهوری اسلامی آریا نه شما صحبت کردید، درست عرض میکنم دیگه؟ از همون اوایل انقلاب. ببینید، خود جمهوری اسلامی به این نکته که شما فرمودین اشاره کرده، رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتن در صورتی که کشورهای همسایه ایران گروه‌های مخالف را از مناطق مرزی اخراج نکنند، یگان‌های زرهی و تکاوری نیروهای مسلح حکومت ایران علیه این گروه‌ها وارد عمل می‌شوند. خبرهایی هم هست که شما حتما بهتر می‌دونید که نیروی زمینی آورده جمهوری اسلامی برای نفوذ در خاک عراق. این حمله زمینی اگر انجام بشه، اولا چقدر عملی است با وضعیت که الان جمهوری اسلامی داره؟ چون ما دیدیم که در میانه قیام سراسری مردم ایران علیه، از جمله کردستان ایران علیه جمهوری اسلامی، بازم این موشکباران و این عملات نظامی علیه مقرها در خاک عراق انجام شد. اولا چقدر این حمله زمینی عملی است و ثانیا خب اگر عملی بشود، شما همطور که اشاره کردین پیشمرگه های کرد مقابله میکنن و از خودشون دفاع میکنن، این در داخل خاک عراق چون اتفاقی بیفته یا بازم مثلا دولت عراق یا اقلیم کردستان عراق موضع نمیدونم بیطرفانه و مطلقا دخالت نمیکنن، نمیدونم. خواهش میکنم بفرمایید. عرض کنم احتمال اینکه این نیروهایی که الان اشاره فرمودید به حق در مناطق بانه، در مناطق سردشت و پیرانشهر اینا اخیراً تغییراتی در نیروهایی که قبلا وجود داشته به وجود آورده و به جای نیروهای اگه ارتشی بوده، اگه بسیج بوده، الان سپاه پاسداران رو مستقر کرده در این مناطق و ادوات جنگی هم همراه اینها مردم دیدن و میبینن که میارن و ما هم اطلاع داریم. اگر اینا به خاطر نیگرانی باشد که احزاب کرد از ور مرز به داخل مرز همه نکنه، خب یک شاید اقدام پیشگیرانه باشه که شاید هم نیازی نباشه، چون من عرض کردم اونجا میدانی که ما بالا دست هستیم اونجا رو فعلا در شرایط کنونی مناسب تر میدونیم. اگه برای این باشه که نفوذ بکنه به داخل خاک کردستان عراق و بخواد به صورت زمینی هم این کار بکنه، فکر میکنم اولا با توجه به این که افکار عمومی در دنیا این مجال رو به جمهوری اسلامی نقاد، دوم اگر اینها هم تصمیمی نگیرن یا موضعی در برابرش نگیرن، خود احزاب کرد میتونن از خودشون دفاع کنن. علاوه بر این اقلیم کردستان در این شرایط من فکر میکنم نمیتونه فقط ناظر باشه، حتی اگر بخوادم شاید نتونه به دلیل اقداماتی که جمهوری اسلامی در خاک اونها انجام میده و اونهایی که به صورت چه
هممیهنی کرد یا به صورت مهمان اقلیم کردستان در اونجا هستن مورد سرکوب قرار بدن و بخواد فقط نظارگر باشه و ادعا بکنه که نمیتونه در مقابل جمهوری اسلامی حرکتی انجام بده. من فکر نمی کنم، یه مقدار بعید میدونم جمهوری اسلامی همچون اشتباهی بکنه، و اگرم همونطور که بسیار اشتباه میکنه این بارم در این مورد هم اشتباه کرد، حتما با مواجه میشه با دفاعی که هم احزاب کرد و هم شاید برخی از مردم منطقه هم در برابرش از خود نشون بده. آقای شرفی، دو اعتصاب سراسری که در 20 روز گذشته در کردستان ایران انجام شد، بستن تمام کسب و کارها و تمام فعالیت‌های اجتماعی با فراخوانی که مرکز همکاری احزاب کردستان ایران دادن، اولی در هفته نخست قیام سراسری بود، دومی در اعتراض به موشکباران مقر احزاب کردستان ایران در 9 مهر که خب خیلی مهم بود که مردم پاسخ دادن و اعتصاب کردن، پاسخ به فراخوان احزاب کرد که ما رو زدن و شما باید اعتصاب کنید، بیاید اعتصاب کنید، حمایت کنید، و اونا هم همه اعتصاب کردن. خب این نشون داد که این احزاب نفوذ توده‌ای عمیقی در مردم استان کردستان و کلا مردم کرد ایران دارن، ایرانی دارن. مرکز احزاب کردستان ایران اولا چه احزابی تشکیل شده؟ ثانیا سوالم این است که آیا این نفوذی که نفوذ توده‌ای و که شما دارین در مردم کرد و حمایت مردمی که در کردستان ایران می شود از احزاب سیاسی کردستان ایران، آیا حمله نظامی جمهوری اسلامی این بار به خاطر موفقیت‌های شما در بسیج افکار عمومی علیه جمهوری اسلامی و فعالیت سیاسی در داخل و میدانی، شاید من نمیدونم، در داخل شهرها و روستاهای کردستان علیه جمهوری اسلامی در پیوند با قیام سراسری مردم ایران نبوده؟ بله، عرض کنم همون بعد از شهادت ژینا امینی و فراخان که مرکز همکاری احزاب کرد دادن به اعتصاب در شهرهای کردستان، 100% جواب مثبت گرفت و از همونجا هم سرایت کرد، و بهتر بگم که مورد پشتیبانی دیگر مردم در سراسر ایران قرار گرفت. از همونجا ضمن اینکه رژیم جمهوری اسلامی نسبت به خود کردستان و مردم کرد همیشه با دیده خصمانه نگاه کرده، این بار که دید سرچشمه و منشأ این حرکت عظیمی که در ایران راه افتاده از کردستان شروع شده، دیگه خصمش چند برابر شد و موجب شد که در 28 سپتامبر این عملیات موشکباران انجام بده. ولی در همین شرایط که هنوز شاید کمتر از 10 روز گذشته بود از اعتصاب عمومی که مرکز همکاری های احزاب کرد اعلام کرده بود و پاسخ مثبت شده، دوباره اعلام اعتصاب کرد و این در هم 100% جواب مثبت گرفت. این میرسونه که برخلاف این که جمهوری اسلامی ادعا میکنه هر دفعه هر حمله ای میکنه که دیگه تمام شد و ضد انقلاب تمام شد و فلان و اینا تجزیه طلب هستن، اینا دید که نه، اینا واقعا هستن، نفوذم دارن و نفوذشونم در اون چارچوبی که درش فعالیت میکنن نفوذ کاملا قابل ملاحظه است. من فکر میکنم کمتر حزب اپوزیسیونی هست یا چند حزب اپوزیسیون با هم مثل مرکز همکاری احزاب کردستان تشکلی به وجود بیارن و فراخوانی بدن که تا این اندازه از طرفداران خودشون، از محل فعالیت خودشون پاسخ مثبت بگیرن. بله کاملا درسته. احزابی که عضو مرکز همکاری احزاب کردستان هستن، یکی حزب دموکرات کردستان ایرانه، بقیه احزاب خودم هستن. هم در ابتدا از 4 تشکل به وجود اومده بود: حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان اون موقع که
بود و کومله هم کومله انقلابی و هم دیگر کومله چهار تا بودن، دو تا کومله دو تا دموکرات. بعد چه اخیراً قبل از این وقایع حزب دموکرات کردستان با حزب دموکرات کردستان دوباره وحدت کردن در حزب دموکرات کردستان ایران و فعلا سه جهت در این مرکز همکاری مونده که حزب دموکرات کردستان ایران است، متشکل از هر دو بخشش جنان یکی شده و هر دو تا سازمان کومله. آقای شرفی خیلی 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 کوتاه خواهش میکنم بفرمایید که فعالیت شما صرفاً سیاسی است الان در کردستان ایران که در واقع پایگاه مردمی دارین شما در اونجا، آیا فعالیت نظامی در همین قیام سراسری هم شما دارین؟ یعنی آیا پیشمرگ داخل ایران اسلحه به دست در به کار، یعنی میخوام ببینم آیا ادعای جمهوری اسلامی در مورد اینکه به قول خودش احزاب تروریست هستند اینها و در این قیام امنیت رو برای شهروندان ما میگه از بین بردن، به هر حال آیا میخوام ببینم صریح و شفاف بگین فعالیتتون صرفا سیاسی است در این قیام سراسری مثل بقیه مردم؟ فعالیت ما سیاسیه و سازماندهی و تشکیلاتیه و تبلیغاتیه. ما نیروی پیشمرد داریم ولی ادعای رژیم به این که آیا یا اسلحه فرستادیم در این تظاهرات که مردم استفاده بکنند یا پیشمرد مسلح فرستاده باشیم، این ادعا کاملا من با احساس مسئولیت میگم اتهامیست و دروغ کاملا محرزیست که همچین چیزی نه پیشمرگ مسلح رفته نه اسلحه ارسال شده. ولی ما اگر یه روزی مردم خودشون دستشون به جایی برسه و از خودشون به طور مشروع دفاع بکنن حق خودشونه، ولی در این مورد ادعای جمهوری اسلامی کاملا نادرسته، همونطور که هم چه میگه نیروهای تروریستی که خودش دیگه مادر و تروریسم جهانی و منطقه‌ایه. بسیار سپاسگزارم آقای حسن شرفی عضو مرکز رهبری حزب دموکرات کردستان ایران که در خدمتتون بودم. آقای شرفی در این برنامه ممنونم. تشکر میکنم، خیلی ممنون. من در این دقیقه آخر میخوام بگم که وظیفه همه هست که در این اعتصابات و اعتراضات سراسری شرکت کنند. شرایط بسیار مناسبی پیش اومده، وحدت همه مردم ایران در اینجا باید حفظ بشه و اگر بشه نیروهای اپوزیسیون بیشتر به هم نزدیک بشن و این شرایط حساس رو درک بکنن و امید اینه که کشورهای خارجی، سازمانهای حقوق بشر و همه کشورهایی که معتقد به دموکراسی و آزادی انسان ها هستن بتونن کاری بکنن که این جمهوری اسلامی رو که سالهاست مردم ایران و مردم منطقه و حتی مردم جهان را با رفتار خودش به وحشت انداخته از سر راه زندگی مردم ایران برداشته بشه، همه کمک بکنن و همه باید در حفظ وضع فعلی و ادامه این اعتراضات کوشا باشید. تشکر میکنم از فرصتی که دادی برای بیان این چند مطلبی که خدمت. شبتون بخیر. استان سیستان و بلوچستان در قیام سراسری مردم ایران بعد از کردستان شاید بیشترین کشته و زخمی رو داده. تو همین سه هفته گذشته بیشترین کشتار در یک روز جمعه 8 مهر ماه بود که بعد از نماز جمعه در مصلی زاهدان، هفته پیش هم اشاره کردم، مزدوران حکومت مردم رو به گلوله بستند. هویت 97 نفر تا چهارشنبه شب عرض میکنم که به روز نشده، هنوز نرسیده متاسفانه.
آمار جدیدتر، هویت 97 نفر که با تیراندازی نیروهای نظامی در جمعه سیاه زاهدان کشته شدن احراز شده است. همچنین بیش از 350 شهروند بلوچ زخمی شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان که گویا با نفوذترین روحانی اهل سنت استان سیستان و بلوچستانه، تا پیش از قتل عام مردم بلوچ در مصلی زاهدان در 8 مهر با جمهوری اسلامی انصافا مماشات میکرد، دیگه روک بگیم. این بار و از آن زمان برخوردش بسیار متفاوت با گذشته است. و مردم اینجا توی ایسان تیر خوردن و بسیاری کشته شدن، از مردم بسیاری زخمی شدن و مردم حیران شدن که این تیر از کجا می آید و این تیر به چه هدفی به اونها که در محل نمازان اصابت میکنند. اگر خود را کسان امام زاده بدانند، پیامبر زاده بدانند، ولی ظلم بکنند، به نام اسلام باشه غیر اسلام باشه، ظلم پایدار نیست، ظلم رفتنیست. در خدمت آقای عبدالستار دوشوکی هستیم، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان. درود بر شما، خوش آمدید آقای دوشوکی عزیز. ببینید، من بخشی از این صحبت‌های مولوی عبدالحمید را الان پخش کردم به خاطر اینکه این سوال ازتون بکنم که چرا مولوی ها و نه هیچ سازمان سیاسی، حزب سیاسی، چرا مولوی ها یعنی روحانیون اهل سنت در سیستان بلوچستان اینقدر در هدایت افکار عمومی در این استان مهمن؟ با عرض سلام خدمت شما و همکارانتون و بینندگان خوب برنامه شما، باید عرض کنم که بلافاصله بعد از آغاز عمر جمهوری اسلامی، متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان ما دیدیم که نهادهای مدنی، دانشجویان، دانشگاهیان، روشنفکران به شدت سرکوب شدند، تعداد بسیار زیادی از اونا اعدام شدند و اون چی که باقی مونده بود ناچار شدند به خارج از کشور بیان و فقط دو گروه مونده بودند در استان سیستان و بلوچستان، علما و روحانیون، که اینها یک روش تعاملی رو با جمهوری اسلامی آغاز کردند و یکی از علل موفق بودن اونها این است که خود جمهوری اسلامی هم میخواست اونها رو در کنار خودشون داشته باشه. نکته مهمی دیگر از دیدگاه مردم هم اینه که مردم یک حکومت شیعی رو در مقابل خود دیده بودن به اصطلاح، و در مقابل این حکومت شیعی مردم از مذهب سنی خودشون که اون رو در تضاد مردم با مذهب شیعه میدیدن به عنوان سپر دفاعی استفاده میکردن و برخی از مولوی ها از این موضوع هم حد اکثر استفاده را کردن که در رابطه با مسائل مذهبی بتونن یک رانتهایی رو کسب کنن و به همین دلیل در عرض 43 سال گذشته مذهب در استان سیستان و بلوچستان رشد کرد، ولی از اون سو باز هم ما تعداد زیادی دانشجو، دانشگاهی، فارغ التحصیل، روشنفکر، فرهیخته، اما زن و مرد بلوچ و غیر بلوچ داریم در استان، ولی خب اونها هرگز توسط جمهوری اسلامی هیچ گونه میدانی به اونها داده نشده و جمهوری اسلامی بر این تصور سیاست های خودش رو اجرا میکرد که ما اگر به قول معروف مولوی ها را در کنار خودمون داشته باشیم و بافت مذهبی اونجا را تقویت کنیم، این میتونه به نفع ما باشه، که تا به امروز اینگونه شده، واقعیت هم همینه. به همین دلیل مردم، البته من این رو هم باید بگم که وقتی نقش مولوی ها و علما رو در استان سیستان و بلوچستان بررسی میکنه، این نقش مطلقی نیست. خیلی ها هستن که من بعدا توضیح خواهم داد که حتی حرف علما رو گوش نمیکنن. و نکته مهم دیگر هم اینه که به هر حال جوون ها، نسل جدید، واقعا منتظر دستورات علما نمیمونن، اگرچه اون علمایی که واقعا موضع گرفتن و در کنار مردم موندن امروز یک جایگاه بهتری دارن، کما اینکه شما اشاره فرمودید. مولانا عبدالحمید، آقای دوشوکی، به هر حال از علما که میگین، درسته که میدونم که مورد احترام بخش اعظم مردم بلوچ هستن،
ولی داریم صحبت از روحانیون اهل سنت میکنیم و اشاره کردین خودتون به جوانان در بلوچستان، نسل‌های جدید و دانشجویان و به هر حال بخش روشن فکری جامعه بلوچ که و اصولا استان سیستان و بلوچستان که طبیعتاً در یکی دو نسل گذشته مخصوصاً برجسته تر شده و فاصله میگیره از سنت و مذهب در اونجا، ولی به هر حال سنت و مذهب، سوالم این است که در مبارزات مردم بلوچستان چقدر مهمه؟ یعنی آیا گوش مردم و حتی جوانای بلوچ، صریح بفرمایید، به فتوای مولوی هاست یا خود مردم راه خودشون رو دارن میرن الان؟ ببینید، جنبش جاری زن، زندگی، آزادی یه جنبشی است که یا قیامی است برای رهایی از حکومت دینی و این نکته اساسی این جنبش هست. در نتیجه مؤلفه فتوای اهل سنت مثلا بر علیه حکومت یک شیعی خب قاعدتا خارج از این آرمان های این قیام خواهد بود و مؤلفه جنگ مذهبی رو تداعی خواهد کرد. از این نظر من فکر نمی کنم که جوانان بلوچ، نسل جوان، چه زن چه مرد، خواهان فتوا هستند. ولی اون چی که مشخصه، همان گونه که مواضع صریح و روشن مولانا عبدالحمید نه در قالب یک فتوا بلکه در قالب نظرات ایشون و مواضع ایشون کاملا شفاف هست و گفته بودند که این حادثه‌ای که در زاهدان، این حادثه جنایتی که در زاهدان رخ داد یک جنایت بوده و ما از این گذشت نخواهیم کرد. من فقط دو مثال برای شما بیارم. حدود دو سه هفته پیش، سه هفته پیش بود که در زاهدان نسل جوان اومدن بیرون و برای مهسا یا ژینا امینی واقعا تظاهرات کردن، درگیری های شد و تعداد زیادی از اونها زخمی شدن و دستگیر شدن. بعد از اون در چابهار هم در رابطه با مهسا هم در رابطه با اون جنایت تجاوز توسط فرمانده نیروی انتظامی، جوانان بلوچ چابهاری اومدن بیرون، چند تا بانک رو آتش دادن و واقعا شجاعانه عمل کردن. مولوی عبدالرحمن سربازی، عبدالرحمن چابهاری که بهش میگن، متاسفانه موضع بسیار بدی گرفت. یعنی اون جوانان را اغتشاشگر نامید و دلسوزی کرد که مثلا چرا اینا رفتن یک کیوسک پلیس راهنمایی رو آتش دادن. شما اینا رو در نظر بگیرید، ما از یه طرف یک مولوی بسیار برجسته مثل عبدالرحمن چابهاری رو داریم و از یک طرف جوانها رو داریم که کاملا در تضاد با یک دیگر هستن. یعنی مشخصه که اصلا اینجا بحث فتوا یا بحث دستورات مذهبی نیست. نسل جوان در استان سیستان و بلوچستان بقیده من درست افکارشون مثل نسل جوان در کردستان هست، در خوزستان و آذربایجان و تهران هست. اینها از موضوع حکومت مذهبی و اینکه اصولا مذهب در تمام زندگی اونها دخالت کنه و علمای مذهبی یا رهبران مذهبی برای اونها دستور صادر کنن، با همان گونه که جناب عالی هم فرمودید با کمال احترام به اونها، دیگه زمان این فرا رسیده که رهبران مذهبی باید برن تو مسجد و مسائل مذهبی بپردازن. و این اصلا این پیام اصلی جنبش زن زندگی. خب این آیا در واقعیت مبارزه مردم جوانان بلوچ، تازه ترین خبرها چی از اونجا، آیا در واقعیت هم هست یا منتظر اینن که ببینن فلان مولوی در باره مثلا فلان سرکوب مثلا مردم در فلان شهر چه میگه؟ الان چه میگه؟ خب من دو تا مثال مشخصی که در از چابهار دادم که مولوی کاملا امام جمعه اونجا کاملا مخالف بود، نمیخواست، ولی مردم بر خلاف دستورات ایشون رفتن کار کردن. در نتیجه مردم منتظر مولوی عبدالرحمن نموندن که برن از غیرت و حیثیت و ناموس خودشون دفاع کنند از آزادی. صحیح. در زاهدان هم به همین صورت بود، در زاهدان هم به همین صورت بود. در مورد قتل عام دو هفته پیش، بله حتی مولانا عبدالحمید دستور نداد مردم که برن اعتراض کنن. این اصلا یه بحثی هم نبود، هیچ فتوا که چه ارز کنن به جای خود.
خود مردم خود جوون ها اتفاق اومدن خود جوش اومدن بله و اعتراض کردن. آقای دوشاکی، حالا یه موضوع دیگری پیش میاد. ببینین من یه اشاره بکنم برای بینندگان خیلی کوتاه که زمینه این قتل عام مردم در 8 مهر در زاهدان در مصلی بلوچستان در مصلی زاهدان در واقع قبلش یه هفته قبل چند روز قبلش در که آقای دکتر دوشکی هم اشاره فرمودن در شهر چابهار یه فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر بچه 15 ساله بلوچ تجاوز میکنه و بعد و مردم میریزن بیرون اعتراض. مردم اول درخواست میکنن از نهادهای مسئول که پاسخ بدن، از خودمون کلانتری پاسخ بدن و پیگیری کنن قضیه رو و یقه خلاصه فرمانده رو بگیرن. مسئولان طبق معمول بیمسئولیتی از خودشون عمدن نشون میدن و دنبال نمیکنن قضیه رو، در نتیجه جوانان میریزن بیرون اعتراض میکنن. این اشاره هایی که آقای دوشوکی فرمودن و بعد ماجرای قتل عام در مصلی زاهدان پیش میاد. ببینید در پیوند با ماجرای چابهار این نکته که آقای دکتر دوشوکی فرمودن که دو برخورد شده از طرف دو روحانی اهل سنت در اونجا، یه تیکه این برخورد رو ببینیم که یکیشون عبدالحمید سربازی است، امام جمعه چابهار که در واقع امام جمعه درباری جمهوری اسلامی است، البته اهل سنت، و کسی که جوابشو میده مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه سارک در استان هست. ببینیم این تیکه رو. بعد از مرحله تقریبا در قسمتی از شهر بازار منطقه چابهار شهر چابهار ادهی آشوبگر و فتنه جو فتنه را تدارب دیدن. ای ملای خود فروخته ای که به خاطر یک چندر غازی میای دین ملت رو به سخره میگیری، مردم رو دین مردم رو به سخره میگیری و مسخره میکنی، حقایق رو کتمان میکنی. خب آقای دکتر دوشوکی، اینو یه مقدار برای شفافتر کردن خلاصه این بحثی که داریم میکنیم و پخش کردیم که این سوال ازتون میکنم، در غیاب سازمان های سیاسی، اگه سازمان های سیاسی همچین موضعی رو در یک استان به ویژه جایی که مستقیم پایگاه مردمی دارن با هم دیگه علیه هم بگیرن این موضوع رو، خب قیامت میشه، چون طرفداراشون میریزن به هم دیگه فلان میشن و بعد مردمی که اینا توشون ریشه دارن به هر حال اعتمادشون کم میشه نسبت به اینها. خب در غیاب این سازمان‌های سیاسی در استان سیستان بلوچستان مولوی ها هستن، مولوی ها همچین برخوردی با هم دیگه دارن، چشم انداز چگونه میبینید در پیوند با مبارزات مردم بلوچ؟ عرض میکنم اون چی که در این ویدیو کوتاه که شما نشون دادید بقیده من دو نکته بسیار برجسته است که میتونیم اونها بپردازیم. اول اینکه حتی در بین خود مولوی ها یک گسل نسلی هست، یعنی یک مولوی که به نسل گذشته تعلق داره، مولوی عبدالرحمن سربازی یا مولوی عبدالرحمن چاباری که معترضین رو اختشاشگر خون، البته من ایشون رو حدود از 55 سال پیش میشناسم و اون موقع که بچه بودم میرفتم مکتب، تازه اومده بود میرفتم مکتب ایشون که خونه ای بود که عموی من به ایشون داده بود و تازه اومده بود چابهار. نسل جوان مولوی عبدالغفار نقشبندی واقعا جور دیگری برخورد میکنه، در کنار مردم میسته. این یه نکته. نکته دوم اینه که خود مولوی ها هم ناچارن یا باید برن مجیزگوی حاکمیت بشن و به اونها ملا یا مولوی های درباری بگن، یا اینکه در کنار مردم قرار بگیرن. در نتیجه این فشار و مطالبات مردم در به اصطلاح جبهه گیری مولوی ها نقش بسیار مهمی داره. اجازه بدید من در همین مورد فقط یک نکته کوتاهی رو به نقل از مولانا عبدالحمید بخونم که نشون میده. 3 دقیقه تا پایان برنامه وقت. باش بفرمایید. فقط اینو میگم، میگه همه ما مخصوصا علما و ریشسفیدان که از روی ترس با رسانه های وابسته به حکومت مصاحبه میکنن و نمک بر روی زخم
مظلومان میپاشند، باید به این وابستگی و حس غلامی رو از خودمون دور کنیم. اگر ما وجدانمان را زیر پا بگذاریم، مردم ما را نمیبخشند. اساس کلامی رو که مولانا عبدالحمید گفته بود همینه که اگر این مولوی ها برن در کنار حکومت قرار بگیرن، گفته بود جامعه ما الان جریحه دار هست و بنابراین خود را در معرض خشم و نفرین مردم قرار ندهیم. در نتیجه اون چی که مولوی نقشبندی در مورد مولوی عبدالرحمن سربازی چاباری گفتن دقیقا همون خشم و نفرت مردم بود و از این نظر چون واقعا اون چی که در زاهدان اتفاق افتاد نقطه عطفیست بقید من در تاریخچه اون استان. این قتل هولناکی بود که بنابرای آماری که تا به امروز داده شده حدود نیمی از کشته ها از بلوچستان هستند، حدود نیمی از کودکانی که در عرض این یک ماه گذشته شده از بلوچستان هستند. البته گذشته هم ما حدود 30% اعداما در از بلوچستان بودند. در نتیجه بقیده من این یک پارادایم شیفت هست واقعا در استان سیستان و بلوچستان، نه تنها فقط برای مردم بلکه برای علما. به همین دلیل ما میبینیم که علمای جوانی که شما دو علما رو نشون دادید، یکی مولانا عبدالحمید، یکی هم آقای نقشبندی، این بقیده من همه چیز رو عوض کرده و نقش جوانان رو در کنار بقیه ملت ایران برجسته کرده. آقای دوشوکی یه کلمه ایش رو جواب بدین، اگه نشد خب میندازیم بعد بحث و بعدن. سوالم اینه، آیا با توجه به سنگینی نقش سنت در منطقه، طبیعتاً به دلیل فقر اقتصادی گسترده و عمیق در منطقه، آیا استان سیستان و بلوچستان و اصولاً مردم بلوچ ظرفیت پذیرش و حکومت غیر دینی، غیر مذهبی رو دارند یا ندارند؟ 100% دارن. شما مقایسه کنید مردم بلوچ در ایران، خیشاوند مردم بلوچ در اون سوی مرد پاکستان هستند. پاکستان یک مبارزاتی هست که در عرض بیش از نیم قرن در اونجا جاری است و تمامی مردم روشنفکران خواهان یک حکومتی هستند که مذهبی نباشه، مثل حکومتی که در پاکستان هست تقریبا میشه که نیم مذهبی. در نتیجه شما وقتی مردمی رو دارید که واقعا توسط جمهوری اسلامی در عرض 43 سال گذشته سرکوب شده به نام مذهب و اونها از مذهب خودشون به عنوان سپر دفاعی استفاده کردن و اونها رو مقایسه کنید با اونور مرز، میبینید که مردم بلوچ ذاتاً آدم انسان‌های بسیار فرهیخته هستند، انسان‌هایی هستند که واقعاً علارغم اینکه سنتی و مذهبی هستند ولی در همه امور، یعنی برخلاف اون چیزایی که من در حتی در پاکستان، افغانستان، جاهای دیگه دیدم، حتی در برخلاف اونهایی که در قوم و بقیه جا هستند، مردم بلوچ مردم مذهبی به عنوان اینکه متعصب باشن نیستن مثل مردم کردستان. درود دلیم. بر شما، شبتون بخیر. سپاس. وقتشه که بریم پرده آخر. در نقل است که پیغمبر اسلام دیدی عده‌ای را گرفتن، اسیر کردن، دارن میارن، فرمود که ما باید با زنجیر اینا را به بهشت ببریم. اونقدر پیغمبر قصه میخورد به این که این مردم هدایت نمیشن. اسلام آمده است که همه این گرفتاری هایی که در بشر هست زائل کند و همه را به راه راست و با برادری، با برابری، با خوشی اینها را ببرد، راه ببرد، همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد، همونطور که چوپان علاقه دارد که این گوسفند در یه جای خوبی چرا بکنه. شب و روزگار خوش.